7 برادر از یک خانواده سرشناس اویغور در کاشغر به دلیل انجام فعالیت‌های خیریه به منظور حمایت از اویغورها و سفرهای خارج از کشور در زندان به سر می‌برند. همکارم در گزارش خود به روایت این ماجرا پرداخته که با هم می‌بینیم. برخی از منابع در سینکیانگ خبر از بازداشت دست جمعی 7 برادر دادند که در فعالیت‌های خیریه به منظور حمایت از اویغورها مشارکت داشته و در این زمینه سفرهای خارج از کشور نیز انجام داده بودند. این حبس‌های دست جمعی که از سال 2017 آغاز شده با اتهامات غیر مستند و بهانه‌های بسیار ضعیف صورت گرفته است. این برادران عبدالسلام 45 ساله، عبدالخلیل 47 ساله، محمد صدیق 49 ساله، یوسف جان 51 ساله، محمد ترسان 54 ساله، پازیل 56 ساله و صابر 62 ساله تاجران فعال در زمینه مصالح ساختمانی، لوازم برقی و سایر محصولات بودند. برخی از منابع گفتند که این برادران همزمان با دستگیری‌های دست جمعی اویغورها بازداشت و زندانی شدند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان‌های کاشغر و آرومچی هستند. سید عبدالولی ایوب، بنیانگذار اویغور هلپ که با نام اویغوریار نیز شناخته می‌شود، در این رابطه گفت: آنها یکی از ثروتمندترین خانواده‌های کاشغر هستند و شبکه‌های اطلاع رسانی اویغورها تایید کردند که این 7 برادر همگی زندانی هستند. این 7 برادر از جمله 1,800,000 اویغور و سایر مسلمانان ترک هستند که به اتهام‌های غیر مستند و بهانه‌های واهی در جریان بازداشت‌های دست جمعی که بیش از 7 سال پیش آغاز شده دستگیر شدند، چرا که مقام‌های چینی تاجران، روحانیون، روشنفکران و کسانی را که سالها قبل به خارج از کشور سفر کرده یا به آموزش قرآن به جوانان پرداختند دستگیر می نمایند. چین که ادعا می کند با جدایی طلبی و تروریسم مبارزه می کند و با همین اتهامها اویغورها را به شدت تحت فشار قرار داده و کسانی را که با اویغورها در خارج از سینکیانگ ارتباط برقرار کرده اند یا حمایت مالی ارائه کرده اند مجازات کرده است. اگرچه مقام‌های چینی برای مدت طولانی اویغورها را از سفر به خارج منع می‌کردند، اما پس از سال 2010 دوره کوتاهی وجود داشت که آنها پس از فشارهای بین‌المللی تشویق به دریافت گذرنامه شدند. اما بعداً مقام‌های چینی کسانی را که گذرنامه گرفتند یا صرفاً درخواست گذرنامه دادند مشکوک تلقی کرده و متعاقباً در اردوگاه‌ها و زندان‌ها بازداشت شدند. پدر این 7 برادر به نام ابوالقاسم که فوت کرده در کاشغر ساعت می‌فروخت و تعمیر می‌کرد. برادران پس از فوت پدر تجارتی را با فروش کالاهای مختلف آغاز و در طول سالها مرکز تجارت آقا آورده را تأسیس کردند که عمده فعالیت آن فروش مصالح ساختمانی و لوازم الکترونیکی بود. آنها پازل تجارت خانوادگی خود را به حمل و نقل کالا نیز گسترش داده و در آسیای مرکزی و ترکیه هم حضور یافته و به تاجران برجسته اویغور تبدیل شدند. این برادران در صنعت هتلداری نیز فعالیت داشتند. یک نگهبان از ساختمان اقامتگاه زندانیان کاشغر گفت که این 7 برادر در ماه می 2019 به 17، 13، 11 و 9 سال زندان محکوم شدند. این برادران به دیگر اویغورها کمک می‌کردند تا در کاشغر شغل پیدا کنند و فعالیت‌های خیریه به نفع یتیمان و فقرا انجام داده و به آموزش کودکان کمک می‌کردند. از جمله دلایل بازداشت این برادران، فعالیت‌های خیریه و ارتباط با مهاجران اویغور در جریان فعالیت‌های تجاری خود در تجارت و حمل و نقل کالا بوده است. کمک مالی آنها به اویغورهای نیازمند خارج از کشور در حین فعالیت‌های تجارت در خارج از کشور نیز به عنوان حمایت از اویغورها شناخته شده است. اتهام آنان حمایت از اویغورهای خارج از کشور و تلاش برای ایجاد نفرت و تبعیض قومی است.
یکی از برادران به نام عبدالخلیل که فیلمساز و کارآفرین است برای اولین بار در اکتبر 2017 دستگیر شد و بیش از 18 ماه در بازداشت موقت به سر برد و به اردوگاه بازآموزی فرستاده شد. فیلم‌های او فرهنگ اویغور را ترویج می‌کرد. عبدالخلیل در دسامبر 2019 آزاد شد، اما در سپتامبر 2023 به دلیل تشویق به جدایی طلبی و ترویج فرهنگ اویغور در فیلم‌هایش دوباره دستگیر شد. وی هم‌اکنون در گذراندن دوران محکومیت 15 ساله خود در زندان کاشغر است.